نوستالژک. درود درود درود، خوش اومدید به این ویدیو. آقای نوستالژک امروز قراره به همون خیلی خوش بگذره. توی نوستالژک امروز قراره بریم سراغ بازی تاریخی ایرانی به اسم ترکمنچای، که همونجور که از اسمش مشخصه راجب عهدنامه ترکمنچای. حالا ما توی این بازی در کنار ولیعهد ایران یعنی عباس میرزا میریم و با این روسا تا 10 سال میجنگیم تا از خاک کشور بیرونشون کنیم. همین الان میریم سراغ این ویدیو. فقط قبلش یادتون باشه که یکم از ویدیو رو دیدید خوشتون اومد، لایک کنید، یک کامنت انرژی دهنده هم زیر بذارید و سابسکرایب هم بکنید. دیگه بیشتر از این فکر نذارم بچه ها، توی شبکه‌های اجتماعی ما هم مخصوصا دیسکورد که تازه تأسیس کردیم جوین بشید، براش برنامه داریم. دیگه صحبت نکنم، برو بریم سراغ این روسای نامرد. گیم پلی امروز یکم چالشیه، بریم تو کار، خودتون میفهمید. در طول تاریخ همیشه جنگ وجود داشته، جنگ هایی که به خاطر زیاده خواهی یه عده و چشم داشتن به حق دیگران به وجود بیامده و همیشه باعث نابودی و مرگ عده شده. طمع انسان هیچ وقت فروکش نمی کنه و همیشه انسان طمعکار وجود داشته، پس جنگ هم همیشه بوده و هست. اما اینکه هر کس بتونه در جنگایی که در طول زندگیش اتفاق میفته حضور داشته باشه و جنگ رو از نزدیک لمس کنه به تقدیر بستگی داره و من جز اون دست از افرادی هستم که جنگ رو از نزدیک دیدم و قدرت ویرانگر و خانمان برانداز اون از نزدیک لمس کردم. جنگی که به خاطر زیاده خواهی تزارها برای رسیدن به آبهای آزاد و تحت تسلط درآوردن مناطق زیادی از کشور ایران آغاز شده. ناشیا جنگی که خیلی چیزها رو از خیلی از ماها گرفت. خب بازی شروع شد بچه‌ها. کلن بازی همون میرمهنای همه گرافیک و گیم پلیش، فقط با یک داستان جدید. تیم سازندم همونه. آقا این که من گفتم گیم پلی چالش میدین چیه؟ قراره کل بازی رو با نایف برم. عشق تو دروغ بود دیگه، نه دیگه، نه من نه تو دیگه، میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم. الله اکبر. آه، اولین کیل با نایف. نامر چه جخولی داد، دوباره جخولی داد. What the hell. آها دوباره جخالی بده، دوباره جخالی بده. بابا من نایفام تمام شد، نایفام تموم شه با گان میتونم بزنم دیگه، دیگه چیز نکنیم. شما نایف دارید، بده نایف تو. ای وای، آها مرد. نایف اینو بچه ها پرت نمی کنه. خب من الان تو نایف داری؟ کسی نایف نداره اینجا؟ چیکار کنم؟ من یک قول خاک بر سر رو تو بازی میرمهنا دادم، گفتم بازی رو با نایف میخوام تموم کنم، برای همین گفتم الان این کارو بکنم. این چه کاری من دارم میکنم آخه؟ یه برو خونتون. حالا بیشتر دشمن رو سعی میکنم با نایف بزنم، اونایشون که میشه رو، اونایش هم که نمیشه فدای سرم با گان میزنم. وقتی که بچه ها نایف نداشته باشم مجبورم با گان برم جلو. گارداش، عباس میرزا و افرادش اون طرف دشت نزدیک اردوگاه زیر آتیشن. روسا دارن از پس و پیش میزننشون. گفت بهت بگم هر چه زودتر خودتونو به اونا برسون. به من نایف بدهید. مهارت خودم رو میخوام با نایف بچه ها نشون. حتی چه اینجا نمیشه، اینجا چون کار دفاعیه نمیشه نایف آورد. مرگی بر... چی شد؟ تیر خوردیم، خسته نباشی داداش. یه نفر بیاد اینجا، آراز تیر خورده، باید عقب نشینی کنیم، اینجوری نمیتونیم زدون بیاریم. آراز اسکول؟ چه زود تیر خورد، یعنی چی؟ خب مرحله دو آغاز نبرد اچمازین، برو ببینیم. تزارها جنگو شروع کردن 9 سال قبل، به ما حمله شد، اونم بدون هیچ اعلام جنگی. کاتسینا و دوبله بازی رو دوست دارم. دشمن غافلگیرمون کرده. بعد بچه ها بین این دوتا کاراکتر سویچ میشه بازی، هم آراز هم اون کل نمدیه. یعنی چی؟ چیه من این وسط؟ خب این دفعه مرحله رو این انسان رو برد بالا. من الان در این شرایط خب اینا رو چطوری با نایف بزنم؟ بچه ها من یه اصلاح بکنم، نایف رو وقتی میزنیم که شرایط راش باشه، که وقتی با نایف نور زدیم بشه نایفمون هم برداریم. اوکی اوکی. خور بابا
خب بمیر دیگه. شیطونه میگه من رو به استفاده از نایف بیارم. من یه بازی خیلی بهم سخت گرفت، اینم چیت میزنم. من که از قدیم به چیت زدن معروف و محبوب بودم. بد شد این ور تموم شدن دشمن ها، الحمدلله که مردن. دیگه کسی نیست بچه ها. از این به بعد من دیگه از نایف استفاده میکنم. خدا رو شکر. برو اون ور ها بچه ها، حاجی روشی هن ها. نایف هم داره تموم میشه. نایف هم خورده پاش. نایفام داره تموم میشه بابا. دوباره خورد به پاش. این چه وضعشه؟ اوها روش روش. اوه زیادن خیلی ان اینا. عمر فاز روش روش روش. اوها برگرد برگرد. خوب زدم بچه ها، جدی خوب زدم، باور کن. به مولا. اوها یه ذره پایین تر خورد با نایف پشما. سلطان با نایف بازی کردن بازیه کورچمند شد. میتونم تو تهش با همین نایف برم. بچه ها نایفم تموم شده و اصلا دوست ندارم بمیرم. پس حق بدید بهم از سلاح استفاده کنم. پسی دقیقا همین پیسانی پیش. میتونم تو تهش با همین نایف برم. ببخشید دیگه، تا جایی که بشه با نایف میرم. میبخشید؟ نه خیر. وای سیدین با این مال منه، با نایف شکارش میکنم. ها به این میگن، به من میگن پلنگ اصفهان. اگه نمیدونستید بچه ها آره نصف ارتش تزار رو من میسازم. نمیری. بوی نمردم، خدای شکرت بابا. خورد نایفم بهش. ها مرد. دوباره نایفم تموم شد. اینجاست که میگن روش برقرار ترجیح. برو مینیم. درود بر. این چرا با یه تیر منو وانشات کرد؟ منو وانشات میکنی؟ بیا اینجا مینیم. برو خونتون تا دیگه شما باشید منو وانشات. حالا برو عمتو وانشات کن آشغال. بعد بازی بچه درجه دیفیکالتی هم نداره. فکر نکنید من گذاشتم رو ایزی. بازی اصلا درجه دیفیکالتی فکر نکنم داشته باشه. وایسا ببینم، وایسا تو ببینم چی میگی. یا روسه خر خور. الان یکی پیدا میشه میگه آره ریختن دارن، فقط مونده دیگه تجاوز بهمون نکنن. بعد من یه روسه خر به اینا نجم خجالت بکش. چشم به مولا که دیگه میخوام اینجا رو با نایف رد کنم. یپ آها اودا آها یکی رو با نایف زدم. یس بیبی. مردانگی دلیر است، ادعای ما ضعیف است، در مقابل عمل ما قوی است. اینو نگاه ببین. راش بدید، نترسید از اینا. بیا خودم الان با نایف تکشون رو میزنم که بچه‌های ما روحیه بگیرن. بک بده خیلی ان اینجا بابا. برو دیگه بخواب. گیر کرده تو چوب. خب من ری کاتسینش حداقل اوکی. بعد از شکستشون توی آرچمازین به گیلان حمله کرده. ای ناشیا. مردم ما توی گیلان با تمام توانشون مقاومت کردن. زنده باد همه مردم گیلان. به ارتش تزارها خسارات سنگینی وارد کنن و اونا رو شکست بدن. اما دشمن دست بردار نیست و به نظر میرسه بازم نقشه هایی توی سرشه. با غیرت های گیلان هزارها بعد از آشمازین تو گیلان هم شکست خوردن. حسین قلی خان حاکم بادکوب پیغام داده احتمال داره تزارها به اونجا هم حمله کنن. بنابراین من فردا سپاهی رو برای کمک به اونجا میفرستم. ولیعهد ایران تو هم همراهشون بری و تو جنگ به پسرمود کمک کنی. ارتش تزار زخم خورده است و درنده زخم خورده خطرناکتر از درنده سالمه. سعی کن با پیروزی برگردی. چشم سر برم. کشتی های دشمن دارن نزدیک میشن. اوهو همه آماده باشین. ما این دفعه آرازیم بچه. خودتو به تو برس. قبلم آراز بکنم. الانه که نیروهاشون از کشتی سوار خواهد کنم. نباید بذاری به ساحل برسن. توپ دوست میدارم. توپ دوست میدارم. ها ها بیان تو زاویه. تموم ها بچه ها. ها بیا بعدی بیاد. ها از اون برم اینا دارم میان که
چی؟ فکر کردید من اینجا میذارم شما رد بشید و هم میگن حسین توپباز؟ فکر کردید من اینجا میذارم کسی رد بشه؟ در تو خیلی دوره، باید دورتر بزنید. مرد، زدم از اونجا ترکید پشمام. آه الان باید با اینا برم، با رفیقام. آقا داداش حال کردی؟ داداش کجا رفت؟ محله بریم، برو بریم تموم کنیم این بازی کثیف رو. بچه ها من چیت های بازی هم پیدا کردم، یک بار دیگه من با نامردی بمیرم با چیت های بازی دهن این روسا رو سرویس میکنم. بایی خیلی راشه بدی بود، راشه بدی بود. منو عصبی میکنید؟ با چیت جون نهایت میام دهنتون رو سرویس میکنم، جون بی نهایت میزنم الان دهنتون صافه. حالا میتونی منو بکش، میتونی منو بکش، میتونی منو بکش. راش بدید. خیلی حال میده آجی، هیچیت نمیشه، با نایف میری تو شکمه یارو، یارو هیچیش نمیشه آخه، این چه سمیه ایمون آقا. آجی یا اینم داره راش میده، چه جبگیریه. راش بدید شما، راش بدید، نه ترسی درس اینو. آجی این یارو چه راشی داره میده، من پشو اصلا ریخته. دارید خونتون ناموز سرین. بچه دارم به قولم عمل میکنم، اما دارم کل بازی رو با نایف میرم، اشتغال رو بیام نکردم. برحال بچه من این قادر این که همیشه به قولم عمل میکنم. آفرین آفرین، این هم جایزت. آفرین کشتی برام رو بردید اینجا. نه میخوام ببینم کشتی رو بردید اینجا. ایزی چقدر راحت کشیه اونا ترکید، نباید اینجوری میشده. ای بر به این بچه ها بازو میبینید، قدرت. آخ کمرم گرفت. بازو میبینید بچه ها، قدرت در این بازو، قدرت دمیده شده در این بازو، عمل به حرف دمیده شده. من به قولم عمل کردم و کلی از بازی رو با نایف بردم جلو. مثل من به قولاتون عمل کنید، منو الگوی زندگی خودتون قرار بدید، ناموسن به همه موفقیت ها میرسید. همه گیم یعنی یادمتون گم رسید که پایان این نوستالژیکم همراه ما بودید. بچه اینم از بازی ترکمن چای و یه جورایی هدن نبود میرمهنا، فقط با داستان جدید که خب زیاد صحبت ندارم راجبش انجام بدم. داستان بازی بچه ها قشنگ خودش، یعنی به نظر من حالا درسته گیم پلی و گرافیک و اینا همش همون میرمهناست، ولی داستانش به نظر من چه قشنگتر که به نظر من اصلا میرمهنا توی واقعیت دزد دریایی سک بوده، اونجا اومدن یه قهرمان ازش درست کردن توی بازی میرمهنا، ولی این واقعا راجبه قهرمانای واقعیه که خاک کشورشون رو به هیچی نفوختن. درنهایت اگر با این ویدیو حال کردید، لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت هم بذارید که حتما 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 انرژی بدید با کامنتاتون مثل همیشه. عشقید، منتظر ویدیوهای جدیدتر با بچه‌ها باشید. امتحانات رفقامون تموم شده، یه سری ویدیوهای چند نفره فانو با حال بریم ضبط کنیم و ادیت کنیم و شما عشق کنید. دیگه صحبتی نمیمونه و در نهایت تا ویدیوی دیگه، فعلا بدرود.